الرحمن الرحیم. یکی از چیزایی که ما خیلی دنبالش هستیم اینه که سالم بمونیم و طول عمر پیدا کنیم، و عرض میکنم که در دعاهای ماه رمضان هم میخوانیم و جای دیگه هم هست، و که بله از خدا عافیت بخواهید، مخصوصا شبهای قدر عافیت بخواهید، وقتهای دیگه عافیت و سلامتی. البته کار خیلی خوبیه، باید این کارو کرد، ولی حالا اگه خواستیم که یه راه نزدیکتری که نتیجهش طول عمر باشه، که عرض کردم نتایج زیادی داره، یکی از نتایجش که الان میخوام برای شما بگم طول عمره. آقا ما چیکار کنیم که طول عمر پیدا کنیم؟ یا باشیم تا امام زمان بیان، یا نه طول عمر پیدا کنیم، یا به قول معروف انشالله تا 120 سال زنده باشیم. انشالله زنده باشیم، بچه هامون رو ببینیم، نوه هامون رو ببینیم، زندگی کنیم. به هر دلیلی اونایی که دلشون میخواد بیشتر بمونن، که بیشتر عبادت کنن، بیشتر نماز بخونن، بیشتر روزه بگیرن، بیشتر حج برن، بیشتر کربلا برن، هر کی به هر دلیلی بالاخره دوست داره که طول عمر پیدا کنه، عمرش زیاد بشه. یکی از راه‌ها، یا اگه بگم اصلی ترین راه، یا همون که قبلا هم گفتم سریع ترین راه، ساده ترین راه، آقا ما با کدوم بیمه قرارداد بنویسیم، با کدوم دکتر ارتباط داشته باشیم، با کدوم که بتوانیم سلامتی را به دست بیاریم، عافیت را به دست بیاریم، طول عمر را به دست بیاریم؟ راهی داره؟ سازمانی هست؟ کسی هست؟ دعا کردن به امام زمان علیه السلام یکی از نتایجش اینه که طول عمر انسان پیدا میکنه. خیلی ارزش داره. یکی دیگه از مسائلی که ما خیلی به هم دیگه میگیم که آقا عرض میشود که گرفتار مال مردم نشیم، گرفتار عرض میکنم که مظالم عباد نشیم، حق الناس رو رعایت کنیم، امانتی اگه دستمون هست به مردم برگردونیم. یک امانت بزرگی که دست ما هست ولایت امیرالمؤمنین، ولایت اهل بیت هست، مثل همون قضیه نعمت. هم نعمت است، هم امانت است، هم عهد و پیمان است. رد امانت چجوری بکنیم؟ تا آخر عمر این امانت دست ماست. چطوری این امانت رو به صاحبش برگردونیم تا هر وقت موقع مرگمون شد؟ بهترین راهش این است که به امام زمان علیه السلام دعا کنیم. اگه به امام زمان علیه السلام دعا کردیم، انگار این است که امانت رو رد کردیم، به حضرت برگردوندیم. خیلی اینجا حرف هست، خیلی مطلب هست. من سرفصلاشو دارم برای شما میگم، شما خودتون مراجعه کنید به کتاب مکیال جلد اولش از صفحه 350 تا آخر، تقریبا 200 صفحه آخر جلد اول، حالا دقیقشو ذهنم نیست، ببینید اونجا رو. همه اینها اسنادش آورده، من بنا نیست برای شما سند بگم یا آیه و روایت بخونم، چون خیلی طول میکشه. عمدن هم این کار میکنم که شما حتما این کتاب رو تهیه کنید، یا بزنید تو انترنت سرچش کنید و بخونید خودتون، یه تکونی به خودتون بدید و اینو ببینید، از بچه هاتون بخواید براتون بیارن ببینن، لذت ببرید، اسنادش رو ببینید، و عرض میکنم که این کار انجام بدید. ما دلون میخواد که امام زمان علیه السلام به ما توجه بیشتری بکنن. میخواید که حضرت به شما توجه بیشتری بکنه؟ بعد اول مطلب بفهمیم که چجوری ممکنه یه کسی که در زندانه یا در چاهی افتاده دلش میخواد یه نوری بیاد ببینه. یه ذره نور که میاد خوشحال میشه. اگر آزاد بشه تمام خورشید در اختیارش. ما یه ذره از اشراق نور آقا امام زمان به ما رسیده است، ولذا یه زندگی خوبی داریم، یا صاحب از زمان میگیم، یا الله میگیم. اگر تمام خورشید رو ببینیم چه لذتی خواهیم برد؟ الله اکبر. اگر کسی میخواد همه خوبی ها رو درک کنه، یعنی اشراق نور امام زمان علیه السلام به او بتابد، به طور کامل به امام زمانش دعا کند. در مورد این اشراق نور، یعنی دریافت همه نور، همه خوبی ها، همه علوم، همه زیبایی ها، همه کمالات، خیلی حرفه. من یک کلمهشو گفتم و رفتم. اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج. السلام علیکم.